سلام، امروز میخوام درباره چیزی که خیلی حال خودم خوب میکنه باهاتون حرف بزنم، فیلم درباره الی، تحلیل روانشناختی و روایتی و مخصوصاً از نظر صدا و موسیقی میخوام که فیلم درباره الی رو براتون تحلیل کنم. با من صابر جعفری همراه باشید. شروع فیلم برعکس چهارشنبه سوری، فیلم قبلی اصغر فرهادی خیلی ساکن و تاریک شروع میشه و آروم آروم از تاریکی نوری دیده میشه که شیار صندوق صدقات هست و این شیار نور به شادی و جیغ‌های توی تونل تبدیل میشه و از همون اول فرهادی میخواد به ما بگه من مخاطب از داخل تاریکی آگاهیم بیشتر از شخصیت هاست و چون از درون تاریکی دارم کورسوی نوری میبینم، پس از شومی آینده خبر دارم و منتظر یک شومی باید باشم. صندوق صدقات در فرهنگ ایرانی بسیار نماد مهمی است که همه انسان‌ها برای مقاصد غیرمادی خودشون از مادیات خودشون خرج می‌کنند. مثلا در ابتدای سفر صدقه می‌دیم که آسیب جسمی نبینیم برای کسی که نمی‌شناسیمش و با اینکه امروزه مردم هیچ اعتمادی به صندوق صدقات ندارن و تنها معتادان با سیخ و آدامس به دنبال چیزی می‌گردن، امروزه بیشتر صندوق‌های صدقات درش باز هست یا چیزی توش نیست. بعد از چند اسکناس و سکه که انداخته میشه، حلقه نامزدی در این صندوق انداخته میشه که متعلق به الی هست که بسیاری مفاهیم رو میخواد در همین ابتدا برسونه. اول اینکه الی میخواد از نامزدی و خیلی چیزها با انداختن این حلقه رها بشه. دوم اینکه اون رو توی آب یا جای دیگه نمیندازه و حلقش رو خیرات میکنه و برای کسی میندازه که نمیشناسه. جالب اینجاست که حلقه گیر میکنه و نمیفته پایین که باز هم مفهوم شومی بیشتری رو به مخاطب القا میکنه. الی در این فیلم نماد تمام آدمهایی هست که گرفتار سنت و خرافات و حرف مردم و رعایت مسائل اخلاقی و خانوادگی شده و نمیدونه چجوری رها بشه و همش دنبال یک راهی میگرده. و با انداختن این حلقه به صندوق صدقات، الی برای همسفران شروعی دوباره است. برای یک زندگی جدید، چه برای خودش و چه برای دیگران. و گیر کردن این حلقه در ابتدای انداخته شدن و زاویه دید دوربین از داخل صندوق صدقات میگه این شومی هیچ وقت تمامی نداره برای همه آدمهایی که گرفتار این چیزا هستند. و حضور دوربین در همه جا به جز لحظه ناپدید شدن الی و بردن ما از تاریکی تونل و صندوق به بی انتهایی آسمان و دریا نشون میده که هیچ وقت قضاوت و اخلاقیات و مرام و معرفت و چگونگی برخورد با مسائل برای انسان نهایت و پایانی نداره. نماد بزرگ دیگه ای که اول فیلم وجود داره جیغ زدن وحشیانه و زامبیوار شخصیت هاست. شخصیت های تحصیل کرده متوسط روبه بالای جامعه که فرصت فریاد زدن و تقریه روانی خودشون رو در زمینه های مختلف نداشتن و فقط داخل تونل میتونن این کار را انجام بدن، که این تقریه روانی در فیلم چهارشنبه سوری هم در یک مناسبت خاص کاملا نشون داده میشه و انگار بهای این جواز جیغ زدن با همون صدقه دادن پرداخت شده و همین افراد که لحظه‌ای پیش مثل زامبیا جیغ می‌زدن تا از تونل خارج میشن و مردم رو با چادراشون کنار رودخونه میبینن، همون شکل اجتماعی و با کلاس رو به خودشون میگیرن. دو نکته مهم زمانی و مکانی که باعث فاجعه در فیلم میشه، اول اختلاف محدودیت زمانی جمع با الیه. جمع فقط 3 روز تعطیلی داره که جامعه و حکومت با یک مناسبت برای اون اجبار کرده و الی فقط تا فردا بعد از ظهر حق داره که با جمع باشه و باید برگرده و همین اختلاف زمانی باعث فاجعه میشه، در حالی که میتونه در هر زمانی به سفر بره، اما در اغلب جوامع مناسبت ها برای ما تعیین میکنن که ای خوش بگذرونیم و کی سفر بریم. دوم، مکان روایت داستان شمال ایران انتخاب شده که بسیار درست و هوشمندانه بوده، چون اغلب تهرانی ها و حتی شهرهای دیگه در هر مناسبتی از شهر با امکانات خودشون تنها بهشت برینشون برای تفریح شماله، با کلی ترافیک، شلوغی، هرج و مرج، قحطی و عدم امکانات که دلیل اون مشخص نیست. پناه آوردن از جای شلوغ به جای شلوغ دیگه دلیلش چیه؟ و قضاوت‌های نابجای جمع بعد از ناپدید شدن الی به این دو دلیل زمانی و مکانیه. اما زمان و مکان الی که محدود بود، با سکانس بادبادک و آسمون و دریا و رهایی به نامحدود و بی‌نهایت تبدیل میشه
و باز هم قضاوت آدم‌ها درباره الی به همون تخلیه روانی که فرصتش نبوده برای جمع مربوط میشه که این بار در یک بحران فرصتش پیش اومده. مهمترین هنر فرهادی در فیلماش اینه که اتفاق اصلی رو از فیلمش حذف میکنه و به این صورت هوش و فکر کردن مخاطب و لذت کش رو به خودش هدیه میده. مثل لحظه ناپدید شدن الی، تصادف زن کارگر در جدایی، خودکشی زن در خوشرویی در گذشته، دیده شدن رابطه مرد و زن همسایه در چهارشنبه سوری، تجاوز در حمام در فروشنده، همه اینها پنهان شده و از همین لحظه روایت از جایش در می رود. مثل دری که از لولا در رفته، همه در حال گذر زمانن، مردان در حال بازی والیبال، بچه‌ها آب بازی، نازی به موسیقی گوش میدهد، سپیده و شهره در حال خرید و همه در حال غلبه بر زمان تجربی هن. و الی این غلبه بر زمان رو قطع میکنه. در سکانس قبل از ناپدید شدن هم والیبال رو نیمه رها تموم کرده و میگه باید برم. در بادبادک بازی هم میگه باید برم و لحظه خوردن توپ به پنجره قطعه گمشده روایت و در رفتن از لولاست. از این لحظه تمام پیوستگی که از ابتدا دیدیم از بین میره. تمام جزئیات پیش پا افتاده، از کوچکترین دیالوگ و متلک و دروغ کوچیک و شوخی‌های سرسری، همگی به چیزهای هولناک و تعیین کننده ای تبدیل میشن. و این پنهان شدن اتفاق اصلی داستان باعث آشفتگی و اخلال میشه، در حالی که از ابتدای فیلم گویی بهشت ساختگی این جمع و شباهت‌ها و اشتراکاتشون، همدلی و همرأیشون، به دوزخی اخلاقی تبدیل میشه. دوربین انقدر همه جا هست و از هر زاویه‌ای خودش رو به ما اثبات میکنه. لحظه‌ای که الی ناپدید میشه و دوربین نبوده، ما یاد یک سوال فلسفی بسیار بزرگ میافتیم، اثبات وجود خدا، که همیشه میدونیم هست ولی کجاست. و همین دوربین الی رو از نیمه فیلم به درباره الی تبدیل میکنه. از نیمه فیلم ما الی رو نمیبینیم ولی همش دربارش فکر میکنیم، قضاوت میکنیم، حرف میزنیم. الی به خاطر نجات جان یک بچه به نامتناهی میپیونده و خودش رو رها میکنه به دریا و آسمان، اما سپیده تا پایان نمیتونه خودش رو از اسارت جمع و اجتماع رها کنه و مجبور به زیر پا گذاشتن اخلاقیات میشه. دوربین کاملا فردیت و اجتماع رو با زاویه‌هاش به ما نشون میده. جمع برای گرفتن کلید ویلا به خانه روستایی رفته و الی تنها در ماشین نشسته. و در این قاب بعد از دیالوگ در و پیکر درست حسابی نداره، جمع در حال خوشوبش از پشت یک پنجره دیده میشه. و حالا پنجره و قاب در قاب بسیار معنی پیدا میکنه که توی فیلم‌های فرهادی خیلی مهمه. قبل از ورود به ویلا، ما ویلای خالی رو میبینیم که این چند بار تکرار میشه در فیلم، که قبل از ورود شخصیت ما اون مکان رو میبینیم و از هر پنجره نمایی از دریا مشخصه و نگاه تک تک آدم ها به دریا متفاوته. یکی با حسرت، یکی زیبا، یکی نگران، یکی برای شیطنت نگاه میکنه به دریا. برای الی و احمد که فکر میکنن چقدر قشنگه اینجا، نیمه شکستهی در زندگی وجود داره و از پی اون نیمه شکسته دریا قشنگ به نظر میاد، اون پنجرهی که دارن از توش دریا رو نگاه میکنن. و دقیقا نمای بعد پسر بچه روستایی با خونسردی نگاه میکنه و از نگاه اون نگرانیش از بازی بچه ها در لب آب رو میبینیم و تفاوت نگاه ها به دریا و زندگی و زیبایی ها و زشتی هاش. و یکی از مهمترین و زیباترین سکانس های فیلم گفتگوی الی و احمد در ماشینه. هر جا احمد حرف میزنه نمای نیمرخ دو نفره رو با هم میبینیم، هر جا الی حرف میزنه نمای تمامرخ یک نفره الی رو میبینیم. قاعده سینما میگه که باید در حرف زدن الی هم دو نفر رو ببینیم، اما قاعده شکسته. چرا؟ چون الی همزمان که در جمع حضور داره اما بیگانه و تنهاست، نوعی ارتباط در عین انفصال با جمع و احمد که نماینده جمعه، ادغام در عین حذف. در سکانس قبل از این، جمع در حال شادی و رقص بندریه، الی جمع رو ترک میکنه و به بیرون ویلا میره و حتی پس از نبودنش هم این جدا بودن حس میشه. و اوج این جدا افتادگی دیالوگ یک پایان تلخ بهتر از یک تلخی بی پایانه و صدای احمد روی چهره الی میاد و اون مشوش میشه و میگه آره واقعا. و صدای بوق ممتد و تاریکی شب شومی این دیالوگ رو بیشتر میکنه.
در روز حادثه دو بازی الی رو از جمع بزرگا و کوچیکا جدا میکنه. اول والیبال رو از بزرگترا و سپس بادبادک بازی رو از بچه ها الی رو جدا میکنه و با اینکه از والیبال دور میشه اما تمرکز دوربین هنوز روی الیه که بیشتر گسست و جدای الی از جمع درک بشه. در صحنه بادبادک بازی که از کل فیلم بسیار جداست، بادبادک رو میبینیم که رقص گونه خودش رو به باد سپرده و رها کرده و بی‌وزن و سبک و سرخوش در حال پروازه و حرکت پیش‌بینی شونده‌ای نداره. انگار بادبادکه که الی رو به سمت خودش میکشه و برای اولین و آخرین بار الی رو دیگه خجالتی معذب نمیبینیم و دوچار شعف و شوق شده و دوربین هم دیگه اون حس وجود داشتن در همه جا رو نداره. بعضی موقع‌ها انگار جا میمونه از تصویر اگر دقت کنید. امپرسیونیسم تصویری ناب فرهادی رو اینجا میبینیم اما خیلی زود گذر، حاصل تانگوی الی و دوربینه با موسیقی امواج دریا که هر لحظه بیشتر اوج میگیره و مانند اغلب کارها مثل والیبال و نامزدی این بازی هم نیمه تمام میگه باید برم و این باید بروم برای رفتن به تهران یا مراقبت از آرش، چون در لحظه سپردن بچه ها توسط نازی الی غرق در افکارشه و ممکنه نشنیده باشه و این شک مخاطب رو باز بیشتر میکنه و پرواز بادبادک انقدر طولانیه که میتونه هر شک و پیشگویی رو انجام بده و مانند پاساژ و مدولاسیون توی موسیقی به کل از این صحنه فیلم تغییر میکنه. جالبی زاویه دوربین برای بادبادک اینه که ما نمیدونیم از زاویه دیده چه کسیه. الی همچنان در حال بازیه، دختری که بادبادک رو تحویل گرفته داره نگاش میکنه، یا الی برای نجات آرش رفته و بادبادک به کلی رها شده توی آسمون. متضادترین رنگ ممکن، یعنی قرمز روی آسمون آبی برای بادبادک انتخاب شده که همرنگ روسری الیه و در 10 ثانیه حیات و سرخوشی تبدیل به نیستی و جدایی میشه و در اینجا علاوه بر فیلم نامه، تصویر برداری، صدا برداری و صداگذاری خوب فیلم، این بار تدوین عالی فیلم خود نمایی میکنه. و باز هم بادبادک بعد از آسمون نامتناهی از یک پنجره دیده میشه و هر جا در فیلم‌های فرهادی چیزی یا کسی از یک قاب دیگر دیده میشه نشان از اسارت و تاریکی داره و مانند یک هواپیمای در حال سقوط بدون خلبان دیده میشه و ضربه سنگین توپ به پنجره. تفاوت پنجره‌ای که بادبادک از اون دیده میشه رو با پنجره‌ای که توپ به اون برخورد میکنه مقایسه کنید، معمولی و خاص بودن الی و جم گویای این دو قابه. روایت با اطلاع از بودن آرش در آب از جا کنده میشه، شخصیت‌ها از جا کنده میشن، دوربین از جاش کنده میشه، خشکی و آب در هم میتنن، دو جهان مجزا مقابل و در هم فرو میرن و در کل دوربین وقار و اصول قبلی خودش رو زیر پا میذاره و همزمان با خیس شدن شخصیت ها دوربین هم خیس میشه و تمامی معیارهای اخلاقی از اینجا تغییر میکنه. چرا سپیده از بعد از فقدان الی برجسته میشه و چرا زنان دیگه به آب نمیزنن؟ مردان که به آب میزنن تا وقتی سپیده وارد بشه انگار کارگردان بدن اخلاقی متناسب با ذهنیت خودش رو پیدا نکرده. چون الی برای نجات آرش و نجات دیگری به دریا زده و حالا سپیده برای نجات الی تا حد غرق شدن پیش میره و دوربین زیر آب تا ورود سپیده به آب دیده نمیشه و تنها از ورود سپیده دوربین همراه اون میشه و میره زیر آب و همین تناسب اخلاقی و تمایز سپیده نسبت به دیگران باعث میشه جم پس از اطمینان از مرگ الی برای تسکین و آرام کردن وجدان معذب خودشون به لجنمالی شخصیت الی بپردازن.
دوربین فرهادی در چند درگیری در فیلماش وارد حادثه و دعوا نمیشه و گویی عبارت ترجیح میدهم نه رو به ما میگه، مثل دعوای نامزد الی با احمد یا دعوای احمد و نادر توی جدایی. دوربین بی‌طرفه و نظاره‌گر، اما نگرانه، مانند همه ما که دعوایی رو میبینیم و فقط نظاره‌گر هستیم اما نگرانیم. اما در حادثه الی دوربین کاملا با سویده همراه میشه و این اخلاق مداری دوربین و کارگردان رو نشون میده که تا سرحد تغییر سرنوشت انسانها اخلاق و مبارزه با دروغ رو تا حد توان میخوان نشون بدن. و با صدای امواج دریا پس از الی به جای موسیقی، حس زوال و تباهی و آرامش برباد رفته رو برای ما چند برابر میکنه. و در دو صحنه دیگه ما این همراهی دوربین با اخلاق رو میبینیم. اول نمای طولانی الی در آشپزخونه که به بهانه آوردن نمک به آشپزخونه رفته و از پچ‌پچ‌های مبتذل جمع خسته و معذب و خجله، و قرینه این صحنه دقیقاً در همین آشپزخونه که مهمترین دیالوگ‌ها و اتفاقات فیلم‌های فرهادی در آشپزخونه می‌افته، همراهی دوربین از بالا با سپیده است که به نامزد الی دروغ گفته و در خودش داره می‌شکنه. تفاوت این همراهی با قرینه‌اش اینه که چهره الی کامل دیده میشه اما چهره سپیده دیده نمیشه و ما سپیده بدون سپیده رو شاهدیم. و هر دو صحنه همدلی اخلاقی دوربین با شخصیته که نهایت شکست اخلاقی عاطفی شخصیت حاصل میشه. اغلب نماهای فیلم درباره الی متوسطه و نمای خیلی نزدیک و خیلی دور کمتر دیده میشه. تنها نمای دور صحنه پایانی فیلمه که ماشین در ساحل گیر کرده و باز از میون پنجره شکسته دیده میشه و نشان از این داره که طبیعت هم توان تسکین به این فاجعه رو نداره. و نماهای متوسط رو به نزدیک به ما میفهمونن نبود الی و اینکه زنده است یا نه و یا کجاست دیگه مسئله نیست، مسئله درون این آدم هاست و زیر سوال رفتن اخلاقیات و قضاوت و روبرویی با حقیقته. و اینجاست که نبود الی اهمیتش رو از دست میده. اهمیت این ماجرا نبود الیه، ناپدید شدن الیه و همین مسئله در شخصیت ها پدیدار میشه که فقط بودن مهمه، نه به خاطر بودن. همه انگار به دنبال الیان ولی در واقع مقصدشون به خود معطوف میشه و ناپدید شدن لحظه ناپدید شدن الی باعث میشه هر رویدادی در گذشته به نشانهی برای زمان حال تبدیل بشه و تکامل خودش رو در اون جستجو کنه. بر اساس دیالکتیک خدایگان و بنده و مکتب فروید، زوجهای درباره الی به این صورت تقسیم بندی میشن. سپیده و امیر زن و مرد همچنان بر سر قدرت در حال نبردن. نازی و منوچهر زن بنده و مرد خدایگانه. شهره و پیمان زن در عین پذیرش خدایگانی مرد تظاهر میکنه که خودش خدایگانه. الی و احمد دو طرف تمایل دارن بنده باشن. و فرهادی با نشان دادن تمامی این انواع روابط همزادپنداری بیشتری در مخاطب ایجاد میکنه، چون به هر حال مخاطب در یکی از این زوجها خودش رو پیدا میکنه. ممنون از اینکه همراه این ویدیو بودین و اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد لطفاً کانال به یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و اون رو در حالت زنگوله آل قرار بدید و کامنت و لایک برای من بذارید که با این نوع ویدیوها در خدمت شما باشم.